ابو سفیان که 20 سال هرچی که عزیزش آمد توطئه دشمنی جهان هرچی که از دستش آمد کرد در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. وقتی که دید سیکنین عظمت ای پیغمبر اسلام و وقتی که میرسن در مکی مکرمه میگن شو داخل نمیشه، شو در بیرون از مکه و اطراف مکه خیمه های خدا میگه میشستم شد شو داخل نشد خب طفل ریش سفید مریض باری که مردم بیدار شده. وقتی که خیمه را میزن ابو سفیان نصف شو سهل میکنه که میگه 10,000 لشکر اسلام است. برای بطای خود میگه شما 360 دانه در اطراف کعبه هستید، اگر یک دانم حق میبودین شما از ما دفاع میکردین. پس ابو سفیان میاده پیش خیمه رسول اکرم صلی الله علیه و عباس ابن عبدالمطلب کاکای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایره امان میده. یکی مهد در قسمت که میرسه یک صحابی مبارک پیردار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدا میکنه کیستی؟ میگه عباس هستم. کیس امرایت؟ میگه کسی از دوستایم است. پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میره. پیش که میره صحابی دیگر عمر رضی الله تعالی عنه کی هستی؟ عباس هستم. کی سمرایت؟ میگه یکی از دوستایم است. میگه نامشه بگی. میگه ابو سفیان است. او رأس الکفر ابو سفیان. عمر رضی الله تعالی عنه شمشیر را میکشه که گردن زیر برش حال بپرانه. عباس فرمود من بر شمع دادم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر نمان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابو سفیان اجازه میده میگه به داخل. ابو سفیان منتظر از یه اسکال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اخو من 20 سال در مقابلش چه کارایی نبود که نکردم، خانه های مهاجرین چور کردن، چیزی که اساس شان آمدن چندین مرتبه پلان ها معاهدات کت یهود کت مشرکین کت دیگه قبایل جنگ خندق در احد چی کارا نکردن، در دیگه غزوات شما بخواین چی کار نکردن. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه میبینه که ابو سفیان آمده شیشته، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به طرف زمین سهل میکنه و ابو سفیان منتظر است که حال دیگه دشمن 20 ساله که چی کارایی نکرده بس حتی که خانمش گرده های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میدید گرده هایش میکشید از حضرت حمزه را دارد شکمش پاره کردن و قلب و گرده وی طرفش کشیده، یعنی عملیات جراحی به شکل بسیار وحشیانش در میدان. با وجود اینمی تصاویری که کلش در ذهنیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای سر خدا بلند میکنه و بر ابو سفیان میگه که ابو سفیان اما آن لکه ان تشهد ان لا اله الا الله، آیا وقت ازی نرسیده که شهادت بدی که لا اله الا الله؟ ابو سفیان برش ما اکرمک، چقدر تو این شخصیت با کرامت هستی، و ما احلمک، و چقدر شخصیت حلیم و بردبار هستی. ابو سفیان میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر درس سیرت خواندی رهبر اصلی تا میفهمی که چی رهبری ما داشتی، این رهبرای قلابی و ای رهبرای دروغی و ای رهبرایی که ما رام خودم فروختن ما رام میفروشن. انسان پرست نمیشیم، شخص پرست نمیشیم. اما امروز مشکل ما چی است؟
چون از سیرت خبر نداریم، از قرآن خبر نداریم، از گفته ها و اعمال و تقاریر رسول اکرم صاحب خبر نداریم، از این خاطر سرگردان است و یک چارایی مانده ما ایران مانده که این طرف بریم، اون طرف بریم، پیش بریم، به خاطر از اینکه حتی بسیاری کسا کافر شدن. افغانی ما و تو دینیم مسئله نداشتن رهبر درست بالاخره به کفر رسید.